بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بیننده های محترم تلویزیون ملی افغانستان، دوستداران خوب برنامه والعصر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. دوستان عزیز، باز هم با پیشکش نمودن برنامه دیگر در خدمت شما دوستان و عزیزان قرار داریم. دوستان عزیز، آزادی و حریت نعمت بزرگ پروردگار عالم هستند که الله متعال ای آزادی را و این نعمت را برای تمام بنده هاش ارزانی کرده. به این معناست که وقت انسان به دنیا میایه یا ایست که تولد میشه، آزاد متولد میشه. آزادی انواع مختلف داره. برابر است ای آزادی به ای که ای آزادی آزادی سیاسی میباشه، آزادی اقتصادی می باشه، آزادی عقیدوی می باشه. انواع آزادی ها هستند. بعضی مملکت ها هستند، بعضی کشور ها هستند که به آزادی های سیاسی می رسند. الحمدلله والمنه که افغانستان عزیز ما بعد از ای که یک دوره بزرگ اشغال را سپری کردند، 3 سال و انده است که به آزادی سیاسی خود نیز رسیده. نظر به ای که مجاهدین سربکف افغانستان، یعنی فرزندان صدیق ای وطن، سر خود بکف گرفتن و ای آزادی را از اشغال به پیروزی و به آزادی رساندن و ای آزادی را کمایی کردن. با چی؟ با ای که جانهای شیرینشان را در طبق اخلاص گذاشتن و به پیشگاه الله متعال تقدیم کردن و الله متعال ای آزادی را نصیب ملت ما گردان، که الهی مبارک باشه. دوستان عزیز، همینطوره که در برنامه گذشته پیرامون آزادی بحث و مباحثه داشتیم، مهمانان عزیز داشتیم، این برنامه هم پیرامون آزادی است. مهمانان عزیز در برنامه هستند جناب استاد محمد کریم ادیب که از پژوهشگران جوان کشور ما هستند. جناب استاد خیلی خوش آمدید. سلامت صفا آوردین. جزاکم الله خیر. ننه باشین. سلامت. و همچنان جناب مولوی صاحب رحمت الله مخلص نیز که عضو اکادمی علوم افغانستان هستند، امروز با ما در برنامه هستند. جناب مولوی صاحب خیلی خوش اومدید. خیر بیرید. صفا آوردین. مننه نباشین. تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما سلامت عافیت باشین. دوستان عزیز، از اینکه مقدمه را طولانی نکرده باشم، میخوایم که اول از آزادی یک تعریف داشته باشیم و از جناب استاد ادیب بزرگوار خواهش میکنیم که از آزادی بر ما یک تعریف بتن، باز داخل بحث میشیم. جناب استاد بفرمایید. سلامت باشین. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و قل جاء الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زهوقا الآیه. آباد شیوی وطنون پزوانانو، خوندی شیوی حریتون پزوانانو، ایماندار و تقوادار و غیرتیوی نامدار شیوی ولوسون پزوانانو. یقینا در قدم نخست خدمت شما و مخلص همکارای عزیز و همه بیننده های تلویزیون ملی افغانستان، سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکات. بحث بسیار ارزشمند و گرامی و جالب و جاذب و دلنشین و ضرورت مبرم جامعه ما که بحث آزادی هست و باید هر فرد جامعه و هر فرد امت بفهمه که آزادی یعنی چی. از این جهت می آییم که آزادی لغتا و اصطلاحا چه معنا و مفهومی را افاده می کنه. یقینا آزادی کلمه فارسی هست یا کلمه دری هست و در زبان عربی باز برش گفته می شود حریت، یعنی آزادی. و خود لفظ آزادی یا حریت در لغت به معنای ضد قید بودن، ضد غلامی، ضد بردگی و ضد حبس و ضد حصر است. از یک طرف اگر یک انسان قید شود، این ضد آزادی شد و آزادی ضد قیدیت است. پس آزادی به معنای حریت، به معنای ضد قید، به معنای ضد حبس و بند و حصر است. و اصطلاحا آزادی عبارت از کشیدن انسانها
خارج ساختن انسان ها از بندگی بندگان و سوق دادنشان به بندگی پروردگار بندگان است. هرگاه انسان از دایره بندگی بنده ها خارج شد و صرف بندگی را به الله متعال انجام داد، یقینا که گفته میشه به آزادی. آزاد است، بله. اگر در بخش زندگی فردی است، شخص آزاد است. چه معنا؟ دیگران نمیتونه که را مکلف به کار بسازه، مکلف به عبادت بسازش، بلکه عبادتش خاص به خاطر الله و خالق جهان میباشه. سبحان الله. اگر در بحث زندگی اجتماعی بیاییم، تجارتش طوری است که او باید احکامش از جانب الله متعال باشه، این آزادی است. نه ای که بنده بالای از او قیودات بگذاره و طبق فرمایش و عقل و درخواست و تخیل بنده ها پیش بره. اگر در بحث اقتصاد است، مال مصرف میکنه، آزاد است، دمو چارچوبی که الله متعال برش گفته، نه آن چارچوبی که، نه آن برنامه ای که بنده ها و عقل بنده ها بالای از اونا تحمیل بکنه. بله. در عرصه سیاست، در عرصه حکومتداری، حکومت آزاد است. به این معنا طبق دستورات الله متعال نظام خود را می سازه و طبق فرامین اسلام را پیش می بره و هیچگاه عقل و تخیل و تفکر بشر را بالای خود تحمیل نمی کنه. این را میگن آزادی. در بخش نظام خانواده انسان آزاد است. به این معنا که انسان طبق دستورات الله متعال ازدواج می کنه، پدر می شه، مادر می شه، دختر می شه، پسر می شه، اولاد قرار می گیره، والدین قرار می گیره و جز حکم خدا در نظام خانواده هیچ حکم و عقل بشر را نمیپذیره. این را میگن آزادی. آزادی. پس آزادی عبارت از خارج ساختن بنده ها از بندگی بنده ها به بندگی پروردگار بنده هاست. سبحان الله. و هرگاه انسان تابع انسان شد، در همه امورات عقل بشر را پذیرفت، پس یقینا که انسان آزاد نیست، حر نیست، اگر در بخش زندگی فردی باشه و اگر بخش اجتماعی است، اگر سیاست است و اگر اقتصاد است و اگر تجارت است و اگر نظام اجتماعی و خانوادگی است، باز این انسان اسیر و بنده و غلام است. طوری که قبل از اسلام دوری بردگی بود، در عرصه سیاست انسان طوری حاکم بود که نفسش میخواست و قدرت های بزرگ جهانی مثل فارس و روم میلیون ها انسان را فدای خواهشات نفسشان و قدرت و عریکیشان میساختند و حتی انسان ها را میفروختند. زن فروخته می شد و خریده می شد، مرد خریده می شد و فروخته می شد که زنها را به نام کنیز و مردها را به نام غلام و برده می گرفتند. پس این آزادی نبود. بنان آزادی مفهوم کوتاهش نمی است که انسان از بندگی انسان خارج شود و سوق شود به سوی بندگی پروردگار عالم. و یک مثال کوتاه دیگه هم بفرمایید. در بلغاریا نظام خانواده طوری است که اوج آزادی اصلا برای زن وجود نداره. امی مقطعی که صحبت میکنیم فعلا وضعیت به این شکل است. بله بله. که زن آزادی ندارد. چه معنا؟ فرمان انسان بالای از اونها تطبیق میشود. یک دختر حق ندارد که انتخاب بکنه که شوهرش کی بوده باشه. بله. و اگر کسی او را میآید به عنوان همسر قبول میکنه، در بازار به نام عروس او دختر را میارن با تمام تزیینات، پسر او را به اصطلاح انتخاب میکنه، بعد پولش را به پدر و مادر میسپاره، بازی دختر را با خود به عنوان همسر به خانه میبره. اما این دختر به اندازی زرم حق نداره بگه که میره خوش دارم یا خوش ندارم. پس اوجا بردگی است، آزادی وجود نداره. پس آزادی ای است که بنده ها را از بندگی بنده ها خارج شود و به بندگی پروردگار بنده ها سوق شود. بخیر، سلامت عافیت باشین جناب استاد. چقدر زیبا بیننده های عزیز ما هم ان شاء الله که توجه داشتن که چقدر زیبا جناب استاد انواع آزادی ها را تا پیرامون آزادی در خانواده ها را جناب استاد یاد کردن. امید از این است که بیننده های عزیز ما توجه داشته باشند. مسئله بسیار مهم است، این را حتما توجه بکنیم. بسیار تشکر جناب استاد. جناب مولوی صاحب بزرگوار، میخوایم از شما اهمیت آزادی را، امی آزادی را که جناب استاد بر ما شما تعریف دادن، چه اهمیت دارد در جوامع بشری، خصوصا در جوامع مسلمان ها؟ ارپان صاحب، تاسو نه او کارکونکو نه ډیره مننه کوو چې موږ ته فرصت راکه، موږ ته وخت راکه. او زه هم په خپل وار خپل ولس ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بخیر باشید. او کومه موضوع چې د ازادۍ په رابطه ده، په دې باندې موږ ناست یو، بحث کوو، ډیره جالبه، ډیره په زړه پورې ده. نو لکه څنګه چې ادیب صاحب ویلې چې
آزادی د الله تعالی یو لوی نعمت دی. یقینا. او هر سړی، هر مخلوق د الله باید آزاد ژوند وکړي. بله. حتی انسانان خو په جای پرې ده چې الله جل جلاله حیواناتو ته هم آزادي ورکړي ده. بله یقینا. یعنې کله که یو څوک یو مرغۍ راواخلي، یو قفس کې بندي کړي، خو شریعت د هغه د بندي کېدو دپاره هم احکام جاری کړي دي چې نه باید هغه بندي سي. هغه یو ژوند لري، یو زندګي لري، یو خوشحالۍ لري. موږ ګورو چې کله یو پرنده، یو مرغه په قفس کې وي، که هر څنګه خواړه ورته ورکړي، هر څنګه یې ونازوي، خو د دې ټولو باوجود دا به خوشحاله نه ده. بله. که دا خلاصه سي په یو دشته کې یا یو ونه کې یا یو باغچه کې کینی، نو ډېره خوشحالۍ سره غاړې کوي. نو دغه د دې خوشحالۍ او ازادي ده. نو ازادي د ولسونو دپاره لوی نعمت ده او ډېر غټ اهمیت لري، خصوصا په اسلام کې، ځکه اسلام د ازادۍ دین ده. اسلام د ازادۍ دپاره جهد او کوشش کوي چې همیشه انسانان په ازادۍ کې ژوند وکړي. نو له هغه راسې چې تقریبا نبی علیه السلام مبارک دنیا ته راغی، تقریبا له هغه نه بعد تر هغه حکومته چې نه د خلفای راشدونو، تر هغه نه وروسته د امویانو، د عباسیانو او د عثماني خلافتو، تقریبا 1200 کاله دا ټوله دنیا آزاده وه. د ازادۍ احساس یې کاوه، مسلمانان آزاد وو، خصوصا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په دور کې، چې هغه ډېره ښایسته نمونه ده، چې ټولو آزاد ژوند او زندگی کوله، چا چا ته پورته نه سوی کتلی. نو دغه نه وروسته چې کله عثماني خلافت ړنګېږي، له هغه نه وروسته د دې جای گزیر، نو غربیان راځي یا کلیسا راځي، مثال دغه یې جای گزیر کېږي. د هغه نه بعد داسې یو احساس دنیا ته ورکوي چې انسان آزاد نه دی، باید د هغو کسانو تر هغه لاندې دی وي، تر اثر لاندې دی وي چې کوم کسان حاکمان دي. دوی حاکم دي، دا نور به محکوم وي چې څه تجویزونه دوی ورته ورکوي، یا کوم فرمانونه دوی ورکوي، یا کوم دستورونه دوی ورکوي. د همغه مطابق به دوی ژوند زندگی کوي. ولې نه، اسلام هر چا ته فردي، اجتماعي، اسی اصولی ازادی ورکړی ده. بله. اجتماعي زندگی ورکړی ده، انفرادی زندگی کې غته احکام بیان کړی دي، اجتماعي زندگی کې غته احکام بیان کړی دي، احکام دي. نو باید د سی آزاد او حر اوسېږي. صرف لکه ادیب صاحب محترم چې ویلې، چې د ازادۍ نه هدف دغه دی چې انسانان د انسانانو د بندګۍ او د هغوی د غلامۍ نه آزاد وي، صرف او صرف د یو الله بندګي وکړي. سبحان الله. اصل دغه ازادي نه ده چې یو انسان دې په دنیا کې داسې یو ژوند اختیار کړي چې بلا تشبیه وایو لکه د یو حیوان غوندې، چې هر څه کوي د حدودو نه تجاوز کوي، که نه دا ازادي نه ده، دا د الله د حدودو نه تجاوز دی. اصلي ازادي هغه ده چې د الله د حدودو په داخل کې د الله د احکامو مطابق زندگی کوي، او د الله جل جلاله د عذابه، د الله جل جلاله د اوره، د جهنم نه آزاد وي، دغه آزاد دی. راځو دې ته چې مونږ اوس د خپله چې مونږ د اشغال نه آزادي واخیسته، د دې اهمیت څومره ده؟ بله. دا مونږ ته ډېر لوی اهمیت لري، ځکه مونږ تر پرونه پورې زمونږ ملک اشغال و، مونږ د خپل ملک د آزادۍ احساس نه کاوه. بله. مونږ دا ملک داخلېدلو د پردیو احساس مه کوو چې مونږ پردیو دې ملک ولې مونږ به ارج وهل کېدو، ټکول کېدو، نیول کېدو، بندیان کېدو، له مونږ نه آزادۍ اخیستل سوې وه د جابرانو، د ظالمانو. خو لله الحمد چې د شریعت مطابق او د امارت اسلامي د مشرانو د سالم رهبریت په چوکاټ کې 40 کاله د اشغال مقابل کې ډیر ښایسته جهاد وکول سو، قربانۍ ورکړل شلې په ډېر اخلاص سره. چا د چا دپاره جهاد نه دی کړی، د الله دپاره او د دې خپل ملک وطن د ازادۍ دپاره. ځکه مونږ د خپلو پلانونو نیکونو لاره تعقیب کړه، زمونږ نیکونو انګریزانو ته ماتې ورکړې وه، د هغوی نه یې خپل وطن آزاد کړی و. مونږ سره هغه احساس پاتې و، د مونږ پلرونو روسانو ته ماتې ورکړه، له هغوی نه یې وطن آزاد کړ، دغه احساس مونږ سره و. نو د هغه احساس او اسلامي جذبې په اساس باندې
او د خبرو مشرانو د سالم رهبری تر عنوان لاندې مونږ د خپل وطن د ازادۍ لپاره هلې ځلې هر څه په کار واچول. لکه ادیب صاحب چې ویلې، ازادي یوازې دا نه دی چې سیاسي ازادي، مونږ باید په هر اړخ کې په هر طرف کې مونږ د ازادۍ احساس وکړو. هغه که سیاسي ازادي مونږ باید ترلاسه کړو، هغه که اقتصادي ازادي مونږ باید ترلاسه کړو. دا اوس مونږ د فکري جنگ لاندې یو، مونږ فکري ازادي نه لرو، مونږ باید فکري ازادي هم لاسته کړو. د مونږ سره اوس غربي فکر جنګیږي، هغوی همدا چې مثال یو خو مونږ داسې تعریف کوو چې یو فوجي جګړه ده، یو فکري جګړه ده. فکري جګړه خو د هغوی اثار ډېر کم وخت پورې پاتې بیرته جوړیږي. ولې د فکري جګړې اثار چې دي هغه تر ډېره وخته پاتې، اوس فکري جګړه پاتې ده، مونږ هغه سره لاس وګریوانو. نو مونږ به انشاءالله لکه څنګه مو چې په نظامي جګړه کې دښمن ته ماته ورکړه، ازادي مو ترلاسه کړه، شانت به فکری جګړه هم ګټو دی الله په فضل او کرم سره، ازادي به ترلاسه کړو. سلامت عافیت باشین جناب مولوی صاحب بنده عزیز. چقدر زیبا مولوی صاحب اهمیت آزادی را بر ما و شما بیان کردن. چه ضرب المثل زیبایی داریم در زبان فارسی که میگن نعمت را وقت قدرش را میدونی که در مصیبت دچار شده باشی. واقعا مصیبتی که البته تحمیل شده بود بالای مردم افغانستان، اشغالی که آمده بود، اشغالی که صورت گرفته بود، و لله الحمد به همت کسانی که خیلی همت گماشتن و جانهای شیرینشان را در کف گرفتن و به دربار الهی تضرع کردن و خداوند این نعمت بزرگ را برای ما نصیب کرد. آل از این نعمت بزرگ که آزادی است باید استفاده های عظیم صورت بگیره. انشاءالله که در ادامه برنامه بالاش بحثات کردیم. دوستان عزیز به یک وقفه کوتاه میریم، انشاءالله که بسیار زود برمیگردیم. بیننده عزیز بازم خوش آمدین. برنامه زیبای والعصر است، برنامه که ایره باز هم مضمون و موضوعش انتخاب کردیم آزادی. هر دو مهمان عزیز پیرامون تعریف آزادی، پیرامون اهمیت آزادی صحبت کردن. میخوایم که از جناب ادیب صاحب بزرگوار پرسان بکنم که بیشتر چون یاد کردن که از صحابی بزرگوار یاد کردن، از دور خلافت منور خلفای راشدین اندک اندک یاد کردن. افغانستان عزیز ما در برهه های مختلف تاریخ به آزادی های رسیده. چقدر زیباست که از برای تاریخ و نقش افغان ها را در آزادی هایی که گفتم صورت گرفته، جناب استاد برای ما شما یاد بکنم. جناب استاد بفرمایید. سلامت باشین. لازم است که راجع به این عنوان نقش افغانها در تاریخ اسلام و در بخش آزادی که برای خودشان، برای ملتها و امت اسلامی داشتن یاد شوه. واقعا آدم را خوش می سازه. بسیار بسیار. نکته نخستی که ملت افغانستان قبل از اسلام آزادی نداشت، بلکه برده و اسیر و محبوس بود و اینها ابتدا آزادی فکری نداشتند. ملت ما قبل از اسلام آزادی فکری نداشت. وقتی که آزادی فکری وجود نداشته باشه، آزادی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فردی و همچنان سایر برنامه ها و آزادی ها را از دست میده. کشور ما قبل از اسلام در بخش فکر غلام و برده بود و دو دین را اینها عبادت میکردن. بله. از دو دین پیروی میکردن که یکی دین آتش پرستی و دیگه هم دین بت پرستی. بودایی هم یک چیز. بله. بله. بنابراین قبل از اسلام در این سرزمین اجداد و نیاکان این ملت چنان آزادی فکری را از دست داده بودن که خالق حقیقی را فراموش کرده بودن. بله. عده از این ملت بت‌ها را که به دست خودشان تراشیده شده و ساخته شده بود، او را به عنوان معبود و اله قبول کرده بودند و به او سجده می‌کردند. در حالی که اقدر فکر و اندیشه وجود نداشت که سنگ و چوبی که به دستم ساخته می‌شود، چه قسمی را عبادت بکنم؟ بله. قسمت‌های مرکز افغانستان به شمول ولایت بامیان، کابل، سمت‌های مثلا کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا و خوست، تای قسمت‌ها را اکثر بت‌پرست بودند. و مرکزی بت پرستا هم بت بامیان. بله.
و قسمت‌های شمال افغانستان از لحاظ فکری به حد آزادی را دست داده بودند که آتش را خدا می‌گفتند. بله. آتشی که به دست خودشان افروخته می‌شد. قسمت‌های شمال افغانستان به شمول ولایت‌های بغلان و قندوز و تخار و بدخشان و فاریاب و سمنگان و بلخ، این ولایت‌ها تا هرات را اکثر آتش پرست بودند. بله. و آتشکده نوبهار بلخ مرکزی بود در خود بلخ که در روز سالانه به عنوان جشن آتش پرستی و جشن به اصطلاح مجوسیت اینها گرد هم حلقه می زدند و او را عبادت می کردند. پس این آزادی فکری وجود نداشت. از این جهت وقتی که آزادی فکری وجود نداشت، اینا از لحاظ سیاسی هم تحت استعمارهای دنیا بودند. یقینا. گاهی اسکندر مقدونی بالایشان می آمد. گاهی یک نظام و گاهی نظام دیگی دریش چندین نظام می چلید. چرا؟ به خاطر که اینا آزادی فکری نداشتن که فکرن فقط تابع یک ذات باشن که الله متعال است. ایمان و اسلام نبود. بله. پس می‌بینیم که چگونه اینا آزادی یافتن، یعنی چگونه مسلمان شدن. کشور عزیز ما از برکت جهاد و مبارزه و شهادت و قربانی صحابه و تابعین آزادی گرفتن. بله. صحابه برای ما آزادی داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم با نبوتشان با دعوتشان، یعنی جناب استاد اونمو مجاهدت، اونمو اصحاب کرام رسول صلی الله علیه و سلم رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بر ما ارمغان آزادی را در وطن ما آوردن که چون این مردم مسلمان شدن آزاد شدن. آزاد شدن. میران بگیم که صحابه چگونه به افغانستان آمدن و ما را آزادی دادن و درسی آزادی دادن. سال 18 هجری زمان خلافت حضرت عمر رضی الله عنه بود که اسلام یعنی دین پیام‌آور آزادی و آزادگی به افغانستان آمد، گسترش پیدا کرد در جهان و ملت ما بر بار اول مسلمان شد. سبحان الله. و به خاطر آزادی فکری ملت که آتش پرستی و بت پرستی را ترک بکنند و فقط بندی خالق بنده ها شود، از سال 18 هجری تا سال 32 هجری که خلافت حضرت عثمان صاحب است، 14 سال تمام 4000 صحابه و 20000 تابعی در داخل افغانستان به خاطر آزادی ملت از بت پرستی و آتش پرستی و آزاد شدنشان و شناختن آزادی حقیقی مبارزه کردند، شهید شدند، زخمی شدند، اینجا مدفون شدند و بالاخره این ملت را آزادی دادند و این ملت به اسلام مشرف شد. از او جمله 4 صحابی جلیل القدر و بزرگواری که نامشان در تاریخ حق شده و ثبت است و شاگردای دست اول رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و جنرال های بزرگی در راستای جهاد و مبارزه و نبرد بودند، مثل احنف ابن قیس که در تاریخ به نام فاتح بلخ یاد میشه. بله سبحان الله. عبدالرحمن ابن سموره فاتح کابل یاد میشه. عبدالله ابن عامر فاتح هرات یاد می شود و رازدار رسول الله صلی الله علیه و سلم حذیفه ابن الیمان تا سرحدای آمو و دریای آمو را می رود. بالاخره در 14 سال این ملت آزادی فکری پیدا می کنند. او بت‌هایی که به دست تراشیده می شد او را می گذارند و ترکش می کنند و بالاخره می خوانند کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، صاحب آزادی فکری می شود. بعد از اینکه آزادی فکری گرفتن ملت به اساس شهادت و قربانی و مبارزه صحابه، بعد از اینا خودشان آزادمنش آزاد فکر شدند و بعد اندیشیدند که هیچ نظام استعماری را و هیچ حکومت عقلی و بشری را بالای ملک خود و بالای ملت خود دیگر نمیپذیره. چرا؟ تعهد کردند که ما آزادیم و فقط تعهدمان با خدایمان است که خالق حقیقی است که لا اله الا الله، فقط عبادت از الله است و محمد رسول الله رهبرمان، قائدمان، پیشوایمان و امام‌مان در تمام عرصه‌های زندگی رسول الله است که نقشه را از او می‌گیریم. دیگر نیازی نیست که عقل بشر را بپذیریم و بت و سنگ و چوب و کلخ و بالاخره دشت و بیابان و ستاره‌ها و آسمان و آفتاب را ما خدا گفته عبادت بکنیم. این آزادی از برکت شهادت و قربانی صحابه آمد. و گپی اخیر ما شما در این کابل خود داریم، شهدای صالحین. بله بله یقینا.
چرا؟ صحابه دفن است. صحابه دفن است. ما شما داریم شاهد و شمشیره که از جمله نوازهای صحابه است. پس اینا همه برای ما درس آزادی میتن که بحب. ما آمدیم شما را آزادی دادیم و این آزادی را شما حفظ بکنید. برین به دیگر ملت های جهان آزادی را درس. سلامت عافیت باشین جناب استاد. بسیار تشکر. جناب مخلص بزرگوار، جناب مولوی صاحب، میخوام از شما یک چیز دیگر پرسان بکنم. همونطور که استاد از آزادی، همونطور که ارمغان آزادی را از صحابه کرام و در دوره های بعد از او در تاریخ افغانستان چندین بار این ملت به آزادی خود رسیده، از آزادی چی استفاده بکنیم که آزادی خود را حفظ کرده باشیم؟ دیره منانا عرفان صاحب، من خود در آزادی نباید عظمی استفاده بکنیم. بله یقینا، ذکر دقا مکتا یو خیلی چانس الله جل جلاله و پلاس را کن چی ازادی الله را کړه، په ازادی کې اوس باید موږ څه کارونه وکړو؟ بله، ملک د ترقی په خاطر باندې لاسونه سره یو کړو. نور هغه مسائل چې دښمنانو د اسلام او د وطن په یو نامو په بل نامو باندې موږ نمولی یو، او بیا هم نه پرېږدي چې دا وطن همداسې آزاد پاتې سي، نو بیا د نفاق او د تعصب تخمونه کری، د دغو لاسونه موږ باید بند کړو. افغانان ټول یو ملت دی، چې هر څوک دی، د هرې ژبې دی، د هر قوم دی، دا ټول افغانان دی، د یو ملت خلک دی. باید لاس په لاس کې سره ورکړو، خپل وطن آباد کړو، خپل ازادۍ وساتو، خپل استقلال وساتو، او ملک ته ترقی ورکړو، او خپل ولس او بچیانو ته د تعلیم زمینه مساعد کو، هغوی په فکری لحاظ باندې، هغوی په سیاسي لحاظ باندې، په هر لحاظ باندې هغوی باید وروزو، هغوی ته ترقی ورکو، هغوی ته د تعلیم زمینه مساعد کو. او همدارنګه چې مونږ باید بهرنی سیاست داخلي سیاست متوازن وساتو، یعنی بهرنی سیاست متوازن دنیا سره، مونږ داسې سیاست باید وساتو چې نور دښمنانو ته دغه زمینه مساعده نه کړو، چې ورته مساعده نسی چې دوی یو ورځ بیا په افغانستان باندې یرغل وکړي، افغانستان یو ځل بیا اشغال کړي. نو مونږ هغه افغانانو ته چې په دنیا کې دي، هغوی هلته د محکومیت زندگی کوي، په نورو ملکونو کې دي، هغو ته دعوت ورکوو چې راسئ خپل وطن کې آزاد ژوند وکړئ، له ازادۍ نه ګټه واخلئ، د ازادۍ نه بهرمند سئ، د ازادۍ له لذت او له خوند نه استفاده وکي. نو مونږ د خپل وطن ته، یعنی وطنوالو ته، خپل ولس ته، د ټولو ته د ازادۍ د مبارکۍ په څنګ باندې د ازادۍ د اهمیت سره سره چې ازادۍ څه اهمیت لري دعوت ورکوو چې راسئ خپل وطن آباد کړئ. دا مو خپل وطن دی، خپل ولس مو دی، دا مو خپل ملت دی، دا مو خپل ورونه دی. په څنګ کې ورسره ودرېږئ، لاس په لاس کې ورکئ، د وطن د آبادۍ او ترقۍ دپاره لاس په کار سئ. نو باید له دغه موقع نه موږ عظمي استفاده وکړو. دا لویه الله یو ښه چانس را کړی دی، یو ښه موقعیت موږ ته را کړی دی، چې له دغه وخت نه یو ښه وخت موږ ته په لاس را کړی دی چې له دې نه عظمي استفاده وکړو. سلامت عافیت باشین، زنده خیر زنده باشین قربان تن. خیلی تشکر جناب مولوی صاحب. محمد رای عزیز، توجه دارین که جناب مولوی صاحب بزرگوار چطور موقعیت های حساس را برای ما و شما یاد کردن که باید از آزادی به دست آمده کدام استفاده ها را باید بکنیم؟ امید است. دوستان عزیز، به یک وقفه کوتاه میریم، انشالله که زود زود برمیگردیم. دوستان عزیز، باز هم خوش آمدین. برنامه زیبایی والعصر است و موضوع هم موضوع آزادی. مهمانان عزیز هنوز هم در برنامه با ما هستند. میخوایم که از جناب ادیب صاحب بزرگوار پرسان بکنم. جناب استاد ادیب، نقش افغان ها را در آزادی میشه که مشخصا یاد بکنین؟ اما طور که پیشتر یاد کردین که صحابه کرام رسول صلی الله علیه و سلم رضوان الله تعالی علیهم اجمعین آمدن جانهای شیرینشان را فدا کردن که این مردم را به آزادی برسانن، کی کار کردن این مردم را آزاد ساختن و در برهه های مختلف تاریخ سه بار اشغال را هم مردم افغانستان ما هم او را تجربه کردن و هم خود را دوباره به آزادی رساندن. نقش افغان ها مشخصه. سلامت باشین. کشور عزیز ما بعد از ازی که آزاد شدن، اسلام را پذیرفتن،
در زیر سایه و چتر اسلام قرار گرفتن، واقعاً خدماتی را که در طول 14 قرن انجام دادن هیچ کشور دنیا نظیر و مثالش را نداره. یقیناً. پس می‌گیم کوتاه و گذرا کدام بخش‌ها را بعد از آزادی فکری ما به دست آوردیم و خدمت کردیم؟ بله. نخست در بخش تفسیر قرآن کریم. سبحان الله. ملت ما به حدی از این آزادی استفاده کردن، به قرآن کار کردن، کمر همت بستن که ما از صدر اسلام تا امروز حدود 20 مفسر جهانی داریم. بله. و نخستین ملتی که و نخستین فرد ملتی که قرآن را تفسیر میکنه افغان هاست. بله. بعد از صحابه و تابعین نخستین ملتی که قرآن را تفسیر کرد و تفسیر را به دنیا پیش کرد تا ای که قرآن را بفهمه ملت افغانستان بود. یعنی بعد از اون که نعمت آزادی را خداوند نصیبشان کرد استفاده کردن. استفاده کردن. پس ما افتخار نخستین تفسیر جهان نداریم. امام مقاتل رحمت الله علیه هم عصر امام ابو حنیفه در یک سال وفات هم شدن. این نخستین مفسر جهان است که بار اول تفسیر کامل قرآن را نوشت. الله اکبر. دوم بزرگترین تفسیر دنیا را هم افغان ها نوشتن. بله. 800 سال پیش ابن نقیب بلخی در 100 جلد تفسیر قرآن به نام التحریر و التحبیر نوشت. واه سبحان. دوم با استفاده از این آزادی و در روشنی سایه اسلام عزیز ملت ما در راستای جمع‌آوری حدیث، تدوین حدیث، تدریس حدیث و رساندن حدیث به حد کار کردن که بیشتر از 100 محدث جهانی داره. مانند قتیبه ابن سعید بغلانی، بله بله بله، مکحول کابلی، ابن حبان حروی، امام ابو داود نمروزی، سبحان الله، ابو عبدالعزیز دراوردی، مستدرک حاکم از بلخ و به شکل سایر محدثین، اینها در سایه آزادی بزرگ شدن و بالاخره احادیث رسول الله را جمع کردن و به دنیا رساندن. از آزادی استفاده مبرم و مثبت کردن. سوم در بخش برداشت از مفاهیم اساسی قرآن و سنت. بله. که قرآن و سنت را مفهومش را، هدفش را، دلالتش را و مرادش را بیرون بکنن، استخراج بکنن، استنباط بکنن، کورا به نام فقه یا مذهب گفته می شود. بله. در این راستا ملت ما استاد بود و استاد هست. سه دانشمند بزرگ جهان و نخستین فقیه بزرگ امت هم از این کشور سر زد و بالاخره در روشنی آزادی ملت ها را درس فقه و درس مذهب داد. بله. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، سبحان الله. امام احمد بن حنبل هم اصلا افغانی است، از ولایت حرات هستند، سبحان الله. لیث بن سعد مصری افغانی و حروی هست. پس این سه دانشمند بزرگ جهان در سایه آزادی فکری امامان بزرگ جهان شدند. یقینا در راستای ساینس و تکنولوژی هم ما امام شدیم، در روشنی آزادی که صحابه بر ما بخشید. بله بله. در روشنی مکتبی که او آزادی هست که اسلام است، بزرگترین ساینسدانای دنیا را ما داشتیم و داریم. مؤسس علم کیمیا جابر بن حیان حروی افغانیست. بله. مؤسس علم طب ابن سینای بلخیست. بله. مؤسس علم مثلثات ابو الوفا حرویست. بله. مؤسس ریاضی ابو ریحان البیرونیست. پس این دانشمندان بزرگ بزرگ جهان را که حتی جهان را درس فکر و آزادی در عرصه های مختلف دادن در یک کشور سر زد. چرا؟ آزادی آمد. از آزادی استفاده کردن. استفاده کردن. سبحان الله. در راستای سیاست اگر بیاییم، بعد از اینکه صحابه درس آزادی بر ما داد و ما را آزاد ساخت، از بندگی بنده ها برآمدیم و فقط بندی الله شدیم، اجداد و نیاکان من چنان در این راستا رز میدن. بله. که جهان نظیر و مثالش را نداره. یقینا. چهار امپراتوری بزرگ جهان را افغان ها شکست دادن. بله. امپراتوری منگولیا، امپراتوری بریتانیای کبیر که امروز انگلستان شد. بله. امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی سابق. بله. و امپراتوری بزرگ فرعونی معاصر که امریکا هست. بله. پس در طول چندین قرن ملتی که بزرگترین استعمارهای جهانی را که اونا خلاف آزادی بشریت بودن، پوزش به خاک مالیدن، دندانهایش را کشیدن، این ملت بود. چرا؟ این ملت به دست صحابه مسلمان شدن و تعهد کردند که ما راه صحابه را تعقیب میکنیم. و نه تنهایی که چهار امپراتوری خونخواری که اونها آزادی ملتها را در قید و زندان و در حبس و در محبس ها میخواستن که قیدی بکنن، اونا را شکست دادن، بلکه سه تا امپراتور هم ساختن. او امپراتور امپراتوری آزادی ها بود. بله. امپراتوری شهاب الدین غوری. بله. که حتی تا سرحد های عراق را افغان ها نگاه میکرد در زمان شهاب الدین غوری. بله. و امپراتوری محمود غزنوی
که ابدا مرتبه هندوستان را فتح میکنه، فکر میکنه که یک قریه باشه. بله. تا بخارا و اصفهان را میرود. امپراتوری احمدشاه ابدالی. بله. که 7 بار هندوستان را فتح میکنه، بخارا و اصفهان و کجا کجا، در این ملت در طول ایسی امپراتوری بزرگ اسلام پشم پر نمیزد. بله. پس این خدمات بزرگی بود که در نتیجه آمدن اسلام و مکتب آزادی که اسلام است، اینها به این ارزش‌های بزرگ رسیدند و الحمدلله بعد از خلافت، بعد از سقوط خلافت، ملتی که درس آزادی را آغاز کرد، ملتی که فکر انسجام امت را آغاز کرد، او هم ملت افغانستان بود. فرزند صدیق راستین و فرزند دلسوز و مهربان امت سید جمال الدین افغان بود که بعد از تشنج میان امت صدای وحدت امت را بلند کرد. به مصر رفت، به سعودی براو، به هندوستان براو، به کشورهای آسیای میانه و ملت را بگوین که بیاین منسجم میشویم. پس ملت ها باید مشکور ملت ما باشند که در هر عرصه ما اونها را کمک کردیم، اما ای که ارزش ها را فراموش میکنن این بی‌انصافی است. بخیر و سلامت عافیت باشین جناب استاد. جناب مولوی، میخوام از شما پرسان بکنم، همونطور که جناب حدیب صاحب بزرگوار چه خوب از ورای تاریخ این جهاد و این مبارزه و بالاخره آزادی ها را برای ما و شما تشریح کردن و بیان کردن، چی بکنیم اصول نگهداشت آزادی و آداب نگهداشتن فرصت آزادی چی است؟ از کدام اصول و آداب استفاده بکنیم؟ دیر مننه عرفان صاحب. آزادی مونتا دغه مفت نه دراغله، دا په قربانی باندې راغله، دا په تکلیفونو باندې راغله، دا په ستړیاو باندې راغله، دا په کلونو کلونو باندې مونږه د دې لپاره هلې ځلې کړې، منډې ترډې کړې دي، قربانۍ مو ورکړې دي. نو څنګه چې د ازادۍ اصول دي، د هغو اصولو مطابق مونږ باید ازادۍ خیال وساتو. څنګه چې د ازادۍ اهمیت دی، د ازادۍ د اصولو تقاضا دی، باید مونږ د ازادۍ آداب خیال وساتو. نو ازادۍ چې څنګه د الله لوی نعمت دی، نو موږ یې باید همدغسې آداب او خیال وساتو چې دا د الله لوی نعمت دی. دې ته په وړه سترګه باید ونه ګورو چې دا یو څه دی بس راغله، اوس موږ څه وکړو. د دې ارزښتونو ته باید موږ فکر وکړو، سوچ وکړو، د دې په ارزښتونو باندې موږ کار وکړو چې ازادۍ الله په لاس راکړي. ارزښتونه نگاه شوه، ارزښتونه هیڅ شوه، دغه ارزښتونه باید وساتلی شي. د دې قدر باید وکړی شي چې ازادۍ معنا څه. دا یو داسې معمولي شی نه دی، دا خو د قربانۍ په نتیجه کې الله را کړې ده، چې موږ د قربانیو سره سره الله ته التجا کړې ده، الله ته مو عذر زارۍ کړې دي، د الله نه مو سوال کړی دی. الله د هغو قربانیو په نتیجه کې، د هغو تکلیفونو په ستړیاو په نتیجه کې موږ ته ازادۍ را نصیب کړه، د دنیا لوی ابر قدرت چې چا یې د مقابلې هیڅ توان نه درلودو، بلکې فکر و سوچ ورسره نه و. خو د یو کوچني موټي افغانانو په لاس باندې، چې په خالي لاس باندې و، په لوړ همت باندې و، د الله په مرسته او کومک باندې، نو هغوی دا خپلو نیکونو له تجربو نه، د هغوی د کارنامو نه په استفادې سره د لوی ابر قدرت مقابل کې نه ستړېدونکې قربانۍ ورکړي، هلې ځلې وکړي، نو الله ازادي راکړه. نو دغه ازادي باید موږ هغه اصول چې کوم دی ازادي اصول دي، د دې خیال وساتو. او کوم آداب چې دی ازادي آداب دي، د آداب په چوکاټ کې موږ د ازادي باید څنګه وکړو، د ارزښتونو او د ازادۍ خیال وساتو. بخیر و سلامت عافیت باشین جناب مولوی صاحب. چقدر زیبا بیننده های عزیز ما حتما انشاءالله توجه داشتن که هر دو بزرگوار در این قسمت سوم برنامه ما موضوعات بسیار حساس را شریک ساختن، موضوعات بسیار مهم را جناب ادیب ثابت کردن. از آزادی چه استفاده های مردم افغانستان عزیز ما کردن، 4 امام بزرگوار را یاد کردن، مفسرین قرآن را یاد کردن، کسایی که احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم را جمع آوری کردن، از ملت افغانستان بودن، اونا چی کردن؟ از آزادی استفاده کردن و این نعمت بزرگ را بزرگ دانستن. امید از این است که در عصر حاضر هم این نعمت بزرگ را که خداوند جل و علا شانه نصیب ملت ما کرده، استفاده های اعظمی برداریم. دوستان عزیز، ای بود بحث امروز ما پیرامون آزادی و تشکر میکنم
از شما که تا هنوز با ما هستین و تشکر میکنم از جناب استاد ادیب بزرگوار و تشکر میکنم از جناب مولوی مخلص که امروز مهمان برنامه ما بودن. دوستان عزیز تا بحث آینده و هفته دیگه خداوند یار و یاور همه ما و شما باد. الهی و سلامت باشید.